پیش از این هم توی گفتگوهای دیگرتون شما اشاره به این کرده بودید که از نفوذ یک جریان خاص به اصطلاح اصلاح طلبی در رسانه‌های فارسی زبان بود. شما فکر نمی‌کنید که ما نیاز به یک رسانه داریم، یک رسانه مستقل که صداهای طیف‌های مختلف براندازی رو بتونه پوشش بده؟ آیا اساساً اقدامی کردید یا می‌خواید بکنید در این زمینه یا خیر؟ ببینید، اصولاً مسئله یه مسئله محاسبه اقتصادی است. یعنی به نظر من شما دارین یک مسئله رو که بودجه کلانی رو مستلزم هست رو مطرح میکنید. رسانه به حال در حد همین رسانه های فارسی زبانی که میبینیم، حالا چه دولتی چه خصوصی، مثلا میتونیم من و تو رو مثال بزنم یا بی بی سی فارسی، یادم چندین میلیون دلار در سال هزینه شه. همچین بودجه‌ای در اختیار اپوزیسیون نیست که بخوان فقط هزینه یک رسانه بکنن، در جایی که اگه چنین پولی بود خیلی نیازمندی‌های بیشتری برای هزینه چنین کاری هست در زمینه کارهایی که در داخل مملکت باید شکل بگیره. به طور کلی ابتدا به ساکن یک راهکار پرهزینه است که الزاماً هم فکر نمی‌کنم مستلزم این باشیم که حتما چنین رسانه‌ای به وجود بیاد. استفاده کلان از تمام مکانیزم‌های موجود در فضای مجازی، ولی در آن واحد به چالش کشیدن همین رسانه‌ها که آیا به فکر خودشون آنچه را که مطرح می‌کنن واقعاً خریدار داره در جامعه ایران، و لابی‌هایی که در این مورد می‌تونن رو دولت‌هایی که این نوع رسانه‌ها رو در اصل با مالیات دهندگان کشور خودشون تغذیه میکنن، بگن آقا جان پیام شما پیامی که هدف ما بوده در اول نیست، شما که میخواین یه توتیوار حرفای تبلیغاتی خود رژیم رو تکرار بکنین، خود چه نیازی است به شما؟ به اندازه کافی در ایران رسانه‌هایی هستن که حرف جمهوری اسلامی رو بزنن. اگه حرف مردم ایران رو بزنید بسیار خوب، ولی در حال حاضر به نظر من هزینه ایجاد یک رسانه مستقل بسیار بالاست، ولی تقویت کردن شبکه‌های موجود اطلاع رسانی، و در اصل بهتون بگم مسئله اینقدر اون تبلیغات اولیه نیست، مسئله اصلی سکندری دیستریبیوشن در واقع تقسیم ثانوی و گسترش این اطلاع رسانی در میان خود مردم هست پس از دریافت اولیه یک اطلاع یا یک گفته‌ای، رو اون بیشتر باز کار کرد. پس بنابراین به نظر من اگه بخوایم از نظر محاسبه اقتصادی به قضیه فکر بکنیم، شما اگه کنشتر و فعال مدنی رو در داخل ایران بهش بتونین امکاناتی برسونین که بتونه یک کلیپ ویدیو یا یک نشریه رو یه چیز رو بتونه چاپ کنه، تکثیر بکنه، نمیدونم اینجور هزینه ها رو بکنید، خیلی بیشتر کمک خواهد کرد به اطلاع رسونی تا بخوایم بیرون یه هزینه هنگفتی بکنید که برفرض یک رسانه مستقل داشته باشید، ولی اون کسی که در درون کشور این اطلاع میگیره میخواد این رو پخش بکنه، اون امکانات مالی رو نداره که بتونه این کار رو بکنه. اگه قرار بود هزینه بکنیم، به نظر من بیشتر باستی در جهت تقویت اون شبکه‌های پخش ثانوی اطلاع در داخل کشور بکنیم تا یه رسانه خارج از کشور، به اعتقاد من.